من قرار نبود که امشب اینجا باشم. Thank you. ممنون. But I'm not. And I'll tell you. و قرار نبود که من امشب اینجا باشم و امشب در برابر شما ایستادم فقط به واسطه لطف خداوند متعال. و گزارش ها رو که در این چند روز اخیر تماشا کردم خیلی ها گفتن که این یک لحظه لطف الهی بود، مشیت الهی بود. احتمالاً همین بود. جمعیت گیج شده بودن چون فکر میکردن که من مردم و خب دم زیادی در بینشون بود. من اینو در چهرهشون میدیدم اون موقعی که من در محاصره ماموران سرویس مخفی بودم. نمیدونستن که من زنده‌ام ولی من میدیدمشون. میخواستم کاری کنم، میخواستم بهشون بگم که نه من زنده هستم. برای همین بازوی راستم رو بلند کردم، هزاران هزار نفر رو دیدم که نفس خودشون رو حبس کرده بودن در سینه و فریاد زدم fight fight fight. Thank you. Once my clenched fist went up. وقتی که مشت گره کردم رفت بالا. و همتون این تصویر رو دیدین. جمعیت فهمیدند که من حالم خوبه و با افتخار قرش کردند برای کشور ما که من همچین چیزی رو هرگز نشنیده بودم به این ترتیب. هرگز چنین چیزی رو اینجوری نشنیده بودم. و برای باقی زندگیم من قدردان این عشق این جمعیت پرشور و پرشمار خواهم بود که اون روز شجاعانه در اون لحظه تاریخی در پنسیلوانیا سر جای خودشون ایستادن. متاسفانه این قاتل جان یکی از هموطنان آمریکایی ما رو گرفت. کوری کمپراتوره، یک فرد باور نکردنی. همه اونایی که میشناسنش همینو میگن. And seriously wounded. و two other great warriors. دو مبارز عالی دیگر رو به شدت مجروح کرد. امروز باشون حرف زدم. دیوید داچ و جیمز کوپنهایور. I also spoke to all three families of these tremendous people. هر سه خانواده این سه شخص باور نکردنی صحبت کردم. عشق ما و دعاهای ما متوجه اونها هست. هرگز اینها رو فراموش نخواهیم کرد. من میدونم که اینها طرفدارای جدی ترامپ بودن، باور کنید. ولی متاسفانه برای کوری باید که از زمان ماضی استفاده کنیم. یکی از آتش نشانهای محترم بود. همه بهش احترام میگذاشتن. همسرش علی باش صحبت کردم و دو دختر فوق‌العاده‌اش. فداکارانه جان خودش از دست داد برای اینکه خودش رو به عنوان یک سپر انسانی روی اونها انداخت که جونشون رو نجات بده. عجب مرد فوق‌العاده‌ای بود. عجب مرد شریفی. میخوام از آتش نشانی تشکر کنم و خانواده هاشون برای اینکه کلاه او و یونیفرم رو اینجا برای ما فرستادن و خب یک مراسم ویژه برای او برگزار خواهند کرد. طبیعتاً هر چه کنیم در اندازه فداکاری او نبوده ولی خب در این چند روز اخیر 6.3 میلیون دلار کمک جمع کردیم.
برای خانواده های دیوید، جیمز و کوری، از جمله از جانب یکی از دوستان من به من زنگ زد، یه چک برام فرستاد، همین الان گرفتمش، $1,000,000. از دن نولن، مرسی دن. و خب باز وقتی با خانواده ها صحبت میکردم بهشون گفتم که ما پول زیادی طبیعتاً براتون میفرستیم، ولی خب جبران اون فداکاری نخواهد بود. اونا هم همشون همینو گفتن، گفتن بله ما قدردان شما هستیم، ولی خب کسی نمیتونه جای کوری رو بگیره. و در ضمن دو نفر دیگر خیلی جدی مجروح شده بودن، ولی الان وضعشون خوبه، حالشون خوبه. اینها مبارز هستند و الان میخوام که یک لحظه سکوت رو به افتخار و به یاد دوستمون کوری برگزار کنیم.